دوستان سلام، این کلیپ رو با هم دیگه بررسی کنیم. میگه امام زمانی وجود نداره. آقا در قرآن بحث الاغ اومده، بحث فیل اومده، بحث زنبور اومده، بحث مورچه اومده، بحث دوره ماهیانه زنان اومده، بحث تیمم اومده، بحث عنکبوت اومده، همین بحثا اومده. این بحثای پیش پا افتاده که جز مسلمات نیست اومده. بحث مهدی فرزند حضرت حسن عسکری که جز مسلمات نیست نیومده. بعدم میگه آقا مهدی وجود داره. مهدی فرزند حضرت حسن عسکری از خرافات، نه که مسلمات، از خرافات، سوپر خرافاتی که به اسلام منسوب شده. حل شد؟ چون خدا فهمید که این برای دین مردم ضروری نیست و یه خرافات هست که آخوندها بهش اعتقاد دارن فرزند حضرت حسن عسکری، به همین خاطر ایران. بسیار خوب، این کلیپ رو من توضیح میدم و مثل کلیپ‌های قبلی میگم که این جماعت از چی عصبانی و ناراحت هستن، داره آدرس غلط میده. خب ببین، اولا شما به من بگو ببینم کی گفته که مسائل مهم و ریشه‌ای در قرآن است و هر چیزی که در قرآن نیستش مسائل مهمی نیست. از کجا میگی که هر چیزی که توی قرآن باشه مهمه ولی اگر از کلام پیامبر باشه اهمیت نداره و مهم نیستش؟ اگر اینطوره، نمازی که تو میخونی و دو رکعت هستش، کجای قرآن گفته نماز صبح دو رکعته؟ کجا گفته یه دونه رکوع دو تا سجده؟ هم خود اهل تسنن یا شیعه یا وهابیت هر جای دیگه، کجای قرآن گفته؟ هیچ جا نگفته. اصلا خود شما که دست بسته نماز میخونید، کجای قرآن گفته که با دست بسته نماز بخونید؟ کجای قرآن گفته رکعت سوم و چهارم شما باید تسبیحات اربعه بگی و بعد تسبیحات اربعه رو با صدای آهسته باید بگی؟ اینا هیچ کدومش توی قرآن نیست. پس یعنی نیست، پس یعنی وجود نداره، در حالی که خدا خودش میگه و توی قرآن هم تاکید داره، میگه شرط سلامت مؤمن به نمازشه. امکان داره بگی که آقا توی قرآن مثلا از احکام گفته نشده، از مباحث اصولی گفته شده. خب من سوال میپرسم، چرا بعضی از احکام ریز ارث توی قرآن اومده؟ الان سرچ کنید، بعضی از احکام ریز ارث تو سوره بقره و سوره های دیگه هست. اگر قرار هر چیزی که فقط مهمه در قرآن و در کتاب راهنما هستش، یک سوال دارم. خدا نزدیک به 17 مرتبه در کتاب راهنما گفته اطیع الله و اطیع الرسول، هم از من خدا اطاعت کنید هم از رسول اطاعت کنید. و یک سوال دارم من از شما، از خدا خواسته باشیم اطاعت کنیم، خب کلام ایشون در قرآن هست، کلام حضرت رسول کجاست؟ آره، صحبت حضرت رسول کجاست؟ من الان خدا توی قرآن نزدیک به 17 مرتبه گفته از پیامبر برو اطاعت کن، خب من میخوام برم اونا اطاعت کنم، کلام رسول کجاست؟ غیر از اینی که در احادیث و روایاته. و جالبه بدونی که در قرآن، در کتاب راهنما، خدا نزدیک به 100 بار پیامبر رو هی کنار خودش میاره، میگه ایمان به رسول ایمان به منه، ولایت رسول ولایت منه، خیانت به رسول خیانت به منه. هر کی رسول رو دوست داره منو دوست داره، حرامی که رسول اعلام میکنه حرام منه، جنگ با پیامبر جنگ با منه، کفر به پیامبر کفر به من، بیزاری از رسول بیزاری از منه و مخالفت با رسول مخالفت با منه. و اینجا یک سوال خیلی مهم هستش، خدا چرا اینقدر میخواد حضرت رسول و پیامبر رو توی ذهن و باورهای من و تو بالا ببره؟ میخواد اینو بگه که توی کتاب راهنما داره در آیه 64 سوره نحل میگه ای پیامبر، هر جایی که مردم به اختلاف خوردن در رابطه با قرآن و یا هر چیز دیگه، این تو هستی که باید بیای وسط و اختلاف ها رو حل کنی. یعنی خود قرآن میگه که من محتاج به بیان پیامبر هستم، لتبین للناس، یعنی تو پیامبر باید بیای اینو تبیین کنی و جا بندازی برای مردم، هر جایی هم اختلافی شد تو بیای اختلاف ها رو باز کنی. حالا اگر خواسته باشیم بریم سراغ روایات و احادیثی که در رابطه با حضرت مهدی هست در میان تشیع و شیعیان که خیلی داریم، من میخوام برم سراغ کتاب اهل تسنن. ببین، ابن ماجه یکی از نویسندگان اهل تسننی که از 6 کتب برتر و 6 کتب معتبر اهل تسننه. جالبه بدونی توی کتاب حدیثی ابن ماجه یک بابی هستش به نام باب خروج مهدی. یکی از روایت هایی که ابن ماجه از پیامبر نقل میکنه که گفتم سنی هستش، ابن ماجه میگه حضرت رسول فرمودن که المهدی منا اهل بیت. و بعد امکان داره یک کسی بهت بگه آقا این مهدی با اون مهدی فرق میکنه، دقیقا مثل جریان عید قدیر که میگن آقا ولایت ای ولی اون باباشه این عموشه و فلان، اینا فرق میکنه. خود ابن ماجه باز روایت دیگری داره که میگه مهدی من ولد فاطمه، یعنی حضرت مهدی از سلاله و از فرزندان حضرت زهراست و قیام خواهد کرد. یکی از کتب معتبر دیگه اهل تسنن صحیح مسلمه که درش روایتی هستش از پیامبر اکرم که حضرت رسول میفرماید در آخر الزمان وقتی حضرت مسیح میآید به حضرت مهدی میگوید که شما جلو بایستید و من به شما اقتدا میکنم. یک پیامبر که اولوالعزم جایگاه بسیار بالایی داره، حضرت مهدی را شناخته که چه جایگاه رفیعی دارد که میخواد به او اقتدا بکنه. و اما اون چیزی که ایشون خیلی ازش عصبانیه و داره آدرس غلط به شما میده، میدونی چیه؟ باز هم روایتی از ابن ماجه که مال اهل تسننه، روایتی از پیامبر که حضرت رسول میفرمایند مردمانی از مشرق قیام میکنند و مقدمات ظهور حضرت مهدی رو فراهم میکنند. چیزی که رفیق اینا خیلی ازش میترسن، چیزی که اصلا به مزاق اینا خوششون نمیاد. البته یه نکته رو بگم،
عزیزانی که شیعه هستید، عزیزانی که سنی هستید، ما دوتا تفکراتمون در رابطه با حضرت مهدی تقریبا یکیه. اینها نه شیعن نه سنین، یعنی ما این جماعت اصلا سنی نمیدونیم. اهل تسنن هم به اهل بیت ارادت دارن و محب اهل بیتن و هم حضرت مهدی رو قبول دارن. فقط یه اختلافی داریم که ما میگیم حضرت مهدی حی و زنده هستن، اهل تسنن میگن که نه، به دنیا میآید و بعد قیام میکند و حکومت جهانی دارد. این جماعت جماعتی که کاملا ساپورت میشن از طریق آمریکا و اسرائیل که وهابیت نامیده میشه، که کار اینا نابود کردن اعتقادات من و توه. و من و تو باید اونقدر هوشیار باشیم و منتظر حضرت مهدی باشیم، به قول آقا جانمون امام صادق علیه السلام، که افضل اعمال انتظار فرج و سربازی حضرت حجت در همین زمان غیبت هستش، که مقابل اراجیف این افراد محکم وایسیم و عقب نکشیم. و اینو بدون رفیق که از زیباترین مکالمات، مکالمات با حضرت حجته. تا حالا برنامه‌هات ارائه کردی با امام زمان، مشکلاتت رو، اهداف تو، خوشبختی تو، شکستات رو، از خوبی و بدی رو یک بار نیمه شب با حضرت مهدی خلوت کن و با آقا جانم مثل یک رفیق صحبت کن. ببین چه حس نابی داره که تمام وجودت پر از شور و شعف میشه و متوجه میشه که یک کسی هست که داره صحبتاتو میشنوه. رفیق مثل یک فانوسی که توی دل شب، توی تاریکی مطلق، توی یک سرمایی که هر لحظه ممکنه یک بادی بیاد و اون فانوس رو خاموش کنه، محکم باش و این فانوس دلت رو حفظ کن که نگذار از بین بری و توی این دل شب خودت رو نگه دار. امیدوارم یه روزی بیاد که هممون صبح یک جمعه صدای انا المهدی رو بشنویم. امیدوارم که هممون سرباز حضرت حجت بشیم. یا علی مدد.